اینکه الان صادرات باید آزاد بشه. همین فردای صبح ببین، ما یه هفته پیش رفتیم کمیسیون کشاورزی، نامنگاری ها شد. نامنگاری تو از کمیسیون کشاورزی به دست وزیر محترم برسه. صادرات آزاد بشه، قیمتا بره بالا، فشار چون راه دیگه نداریم. چرا راه دیگه نداریم؟ چون ببین دولت نمیاد خرید تضمینی از ما نمیخره. چون ندارم، میگه بودجه ندارم برای خرید. صادرات بشه که بعد همه صادرات بیان گوشتا بره خارج کشور. صادرات بشه، دام موجودی که تعدادی که مازاد داریم فعلا از کشور خارج بشه. دامدارای ما یه تنفسی بکشن، یعنی راحت بشن از بابت، چون تو بازار چقدر میره بالا، حالا هر چی بره. آره، یعنی چه هر چی بره؟ ما صادر میکنیم، دولت بره وارد کنه، چون راه دیگه برای ما نداره. مصرف کننده این وسط چی میشه؟ مصرف ما چی کار کنیم به نظرتون؟ نه خب شما که دارید میگید که صادرات بکنیم بعد قیمت هر چی بشه، شما بگین که بعد مصرف کننده چیکار کنه. مصرف کننده دولت یه فکری بهش بکنه، چون دولت به حال ما داره کاری انجام نمیده. ما الان گفتیم که دولت به بعد دامدار کاری بکنه. ما یه بر فرض مثلا ما گوشت داریم تولید میکنیم، زنده اش برای ما 120 هزار تومان میسه، داریم کیلو 70 هزار تومان میفروشیم، داریم ضرر میدیم، داریم این صنعت داره از بین میره. برای چی میگیم صادرات انجام بشه؟ فعلا یه مقداری صادر بشه، تعداد داممون کم بشه تا ببینیم دولت صادر بشه. حالا تعدادش و ارقامش رو با عدد و ارقام شما تشکلید. اینجا جاییه که من میگم تشکلا گیر میکنن. شما تشکلی بعد بگه ما محاسبه کردیم، اگه 20% صادرات انجام بشه بازار گرون نمیشود، ما هم تنفس میکنیم. ببین اون چیزیه که تشکل رو ببین، عدد و رقم رو من نمیتونم بگم، چون ببین بازار دست بازار دست دلالاست. ما هر عدد و رقمی بدیم این بازارگردونا خودشون درست میکنن.